بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد اگر در عصر 20 و 21 علم طب در ایام وبا به خانه نشینی توصیه کرده باشد پس قرآن کریم و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1440 سال پیش نه فقط هنگامی و با بلکه در هر خطری به خانه نشینی توصیه کرده است. در سوره نمل الله سبحانه و تعالی از هدایت یک مورچه در این باره نقل کرده است. قالت نملتی یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقت حضرت سلیمان و لشکرانشان به یک وادی که مورچه های زیاد داشت نزدیک شدند، یک مورچه ندا کرد: ای مورچه ها، به خانه هایتون درایید تا اینکه سلیمان و لشکرانش شما را حس نکرده زیری پا نکنند. و در مسند امام احمد از مادر مؤمن ها حضرت عایشه رضی الله عنها آمده است که پرسیدند پیغمبر صلی الله علیه و سلام را در خصوص طاعون، یعنی در خصوص وبا، این بیماری سرایت کننده است. پس جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام خبر دادند که این یک عذابی است که الله تعالی به کسی خواهد می فرستاند. فجعله رحمتا للمؤمنین، لیکن الله تعالی این عذاب را برای مؤمنان رحمت گردانید. این وبا برای مؤمنان همچون مهربانی از جانب الله تعالی است. سپس گفتند که فلیس من رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیته صابرا محتسبا یعلم انه لا یصیبه الا ما کتب الله له الا کان له مثل اجر الشهید. پس گفتند در هنگامی آمدنی وبا کدام شخصی که در خانه اش قرار گیرد صبر کند به این مصیبتی که از جانب الله آمده است، از درگاه الله تعالی امیدی ثواب کند و داند که این مصیبت نمی رسد مگر در آن حالتی که الله تعالی اگر در تقدیر نوشته باشد، در این صورت این شخص مثل اجر شهید اجر و ثواب میگیرد. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلام هم در خانه نشینی امر کردند و هم به توکل به الله تعالی کردند. یعنی این نیه که برو بر کوچه و توکل به خدا کن نگفتند. در خانه نشین و میداند که نمی آید به سرش مگر اون چیزی که الله خواسته است. این درس نهم بود. انشاءالله در درس آینده باز در این موضوعها صحبت خواهیم کرد. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک.